بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. دستگیری پاول دوروف و پیامدهای آن تا کنون. مغزهای پلاستیکی، ریز پلاستیک ها چند درصد از مغز ما را اشغال کردند. و حضور نماینده پارلمان هندوستان در برج مجمع رسانه‌ای امام حسین علیه السلام در کربلا. وقت شما بخیر. پاول دوروف، میلیاردر فرانسوی روسی و بنیانگذار پیامرسان تلگرام، چند روز گذشته در فرودگاه بروژ واقع در خارج از پاریس دستگیر شد و همین امر واکنش‌ها و پیامدهای زیادی را برانگیخت. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر عامل تلگرام، پس از دستگیری در فرودگاه بورژه در نزدیکی پاریس، اکنون با 12 اتهام سنگین مواجه شده است. این اتهامات شامل همدستی در اداره یک بستر آنلاین برای انجام معاملات غیرقانونی گروه‌های سازمانیافته، امتناع از ارائه اطلاعات یا اسناد به مقامات مجری قانون، همدستی در توزیع محتوای غیراخلاقی مربوط به خردسالان، مواد مخدر و جرایم سایبری و مشارکت در کلاهبرداری در گروه‌های جنایتکار سازمان یافته است. دستگیری دوروف در حالی صورت گرفت که او از باکو به پاریس سفر کرده بود و قرار بود یک شب را در پاریس بگذراند. این اتهامات در شرایطی به دوروف وارد شدند که واکنش‌ها به دستگیری او در سطح بین‌المللی بسیار متنوع بوده است. حامیان رازگرای او مانند ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیر ایتالیا، دستگیری دوروف را نشانه ای از سانسور در اروپا می دانند. اما این حمایت ها از سوی گروه هایی صورت گرفته که نفوذ زیادی در اروپا ندارند. در نتیجه به نظر نمی رسد تأثیر چندانی در سرنوشت قضایی پاول دوروف و بخشش اتهام های نسبت داده شده به او داشته باشد. از سوی دیگر، روسیه، کشور زادگاه دوروف، به طور رسمی از او حمایت کرده و از مقامات فرانسوی درخواست همکاری کرده است. این حمایت روسیه که به نوعی میتواند قضیه را پیچیده‌تر کند، با واکنش سرد مقامات فرانسوی مواجه شده و هیچ تضمینی برای همکاری آنها ارائه نشده است. در این میان تلگرام نیز بیانیه ای صادر کرده و ضمن بی اساس خواندن اتهام های وارده به پاول دوروف، اعلام کرده که این پلتفرم به قوانین اتحادیه اروپا پایبند است و دوروف هم هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد. تلگرام همچنین ادعای مسئولیت پذیری یک پلتفرم در قبال سوء استفاده های کاربران را پوچ خوانده است. این موضوع گیری تلگرام در حالی است که بسیاری از ناظران معتقدند این اتهامات و فشارها بیشتر به منظور رسیدن به توافقی پشت پرده و تحت فشار قرار دادن دوروف و تلگرام است. به گفته مقامات فرانسوی، پاول دوروف ممکن است تا تاریخ 28 اوت، یعنی 2 روز دیگر، در بازداشت باقی بماند و این زمان برای ادامه تحقیقات و احتمالاً مذاکره با دوروف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این حال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در بیانیه رسمی تأکید کرده که دستگیری دوروف به هیچ وجه جنبه سیاسی ندارد و تنها در چارچوب قوانین حمایت از شهروندان انجام شده است. دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل، از واشنگتن پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب. سلام و درود دارم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون، در خدمتون هستم. آقای دکتر، تحلیل شما از علت دستگیری پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر عامل تلگرام و پیامدهای آن چیست؟ بفرمایید. بله، خیلی متشکرم. ببینید، اتفاقی که افتاده برای آقای پاول دوروف
با توجه به اینکه مختصات فکری و عملی شبکه‌های مجازی به نام اینستاگرام، تلگراف، واتساپ یا سایر پلتفرم‌ها، اینها هدف‌گذاری‌های متفاوتی پشتشون هست. برخی از اونها جنبه اطلاع‌رسانی داره، برخی از اونها در رابطه با تقویت مناسبات اقتصادی بین افراد بین در کشورهای مختلف یا سایر هدف‌گذاری‌ها رو دنبال می‌کنه. برخی‌ها جنبه‌های در واقع کنترل های امنیتی داره که دولت ها معمولا روی اونها سیاست هایی رو اعمال میکنن. بنابراین ما از تقریبا میشه گفت از 2 دهه قبل شاهد این بودیم که نقش برخی از این پلتفرم ها در براندازی حکومت ها به ویژه در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز و در سایر مناطق نقش تعیین کننده داشته. با این مقدمه میخوام ورود داشته باشم به تلگرام که توسط آقای پاول دوروف و برادرشون نیکولای دوروف در واقع تأسیس شده. این پلتفرم در سال 2017 با مشکلاتی از طرف خود دولت روسیه مواجه شد، یعنی دولت پوتین مشکلاتی رو برای این شبکه ایجاد کرد و دلیل اعلام شده از طرف آقای پاول دوروف این بود که امتناع از سانسور حقایق که دولت‌ها معمولاً ارتکاب به یک سری جنایات می‌کنن اعلام شده و ایشون نهایتاً از کشور روسیه اومدن بیرون و در فرانسه، چون شهروندی فرانسه رو هم دارن. حالا ما جنبه های حقوقی دستگیری ایشون رو نمیخوایم بپردازیم، به خاطر اینکه به دلیل اینکه تابعیت دوگانه دارن این مسئله یک مقدار پیچیدگی هایی داره، ولی از اونجایی که ما نگاهمون رو نسبت به این مسئله میخوایم بازتر بکنیم که جرائمی که به اون به ایشون نسبت داده شده و در مقابل ایشون اینها رو واهی میدونه، اخباری زد و نقیز اعلام میشه از اینکه ایشون دخالت حکومت ها رو در رابطه با در اختیار داشتن تمام محتوای پیام هایی که در تلگرام از سوی کاربران رد و بدل میشه اعلام کرده و امتناع ایشون از بروز سانسور، نتیجتا در واقع این اتهامات رو معتقدن که براشون به وجود آورده. حالا جرایم خیلی جرایم سازمان یافته اسمشو گذاشتن، یا حتی مواردی در رسانه ها مطرح شد که ایشون در پلتفرم در واقع تلگرام موضوعاتی در رابطه با ارتباط حماس در هدایت فعالیت های در واقع مبارزاتی یا تروریستی یا هر چی که اسمشو گذاشتن به این پلتفرم نسبت داده شده. من حقیقت مطلب این رو میتونم اینجا عرض بکنم که طبیعتاً پشت سر همین مسئله نقش دولت ها هست. اینو ما باید کاملا متوجه بشیم که دولت ها هر اندازه که حوزه تعریف منافع ملیشون رو و نفوذ در کشورها رو بیشتر میکنن، طبیعتا همش از طریق ابزار نظامی یا دیپلماتیک نیست، استفاده از پلتفرم هایی هست که نقش واسط رو بازی میکنن. یک پول های در واقع رد و بدل میشه، کودتای ممکنه در کشوری اتفاق میفته، نقش اون صفحات مجازی طبیعتا در اون اثرگذار هست. حالا ما زمانی که این اطلاعات رو داریم و برمیگردیم در مورد تلگرام میخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم که حکومت ها کلن از افشای اطلاعاتی که توسط این پلتفرم ها در واقع رد و بدل میشه یا بین شهروندان هست در مورد حقایقی که میخواد افشا بشه نگرانی دارن. دولت ها نگرانیشون رفته رفته از حوزه سانسور در حوزه ملی، در محدوده جغرافیای ملی، به سمت ایجاد محدودیت در یا سانسور در عرصه بین المللی داره حرکت میکنه. این یک مطلب. حالا پیامدهاش چی میتونه باشه؟ پیامدهاش من فکر میکنم ظهور پلتفرم های جدیدی، هرچند در اندازه های کوچیکتر، شاید نه مثل تلگرام، ولی افشاگر باشن اینها از برنامه های پشت پرده ای که در عرصه سیاست گذاری های دولت ها اتفاق میفته علیه شهروندان. و مطلب دوم اینه که خارج شدن در واقع کنترل دولت ها روی در واقع این پلتفرم ها خواهد بود. من این مسئله رو پیامد منفی و مثبتش رو در این میدونم که عرصه بین المللی شاهد بروز یک سری نارسایی ها در کنترل اذهان افکار عمومی خواهد بود، ولی ظهور این پلتفرم های جدید میتونه در واقع بسیاری از این حقایق پشت پرده رو افشا بکنه. ممنونم.
با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مخاطرات زیست محیطی به تهدیدی جدی برای سلامتی مردم و بناهای تاریخی استان فارس تبدیل شدند. آلودگی هوا، بحران کمبود آب و فرونشست زمین سه بحران زیست محیطی اند که نه تنها حیات ساکنان استان فارس که بقایای آثار تاریخی و باستانی این شهر را هم به خطر انداختند. طی ماه‌های اخیر به تناوب گزارش‌های منتشر شد که نشان می‌داد فرونشست زمین برخی آثار باستانی استان فارس از جمله تخت جمشید و نقش رستم را تهدید می‌کند. منابع محلی در شهرستان بهسود میدان ورده که می‌گویند که اخیراً یک خودرو و یک موتورسیکلت متعلق به کوچی‌ها در بازار این شهرستان به شکل مرموزی آتش گرفتند، اما کوچی‌ها با کمک طالبان 5 نفر از ساکنان محل را که آتش را مهار کرده‌اند مقصر دانسته و از آنان حدود 200,000 افغانی خسارت گرفتند. یک منبع محلی گفته است که خودرو و موتورسیکلت کوچی‌ها فرسوده و غیر قابل ترمیم بودند و خود کوچی‌ها آن را به آتش کشیدند. پیش از این نیز در چندی مورد کوچی‌ها با حمایت مستقیم طالبان از شیعیان و هزاره‌های ساکن مناطق مرکزی به صورت اجباری پول و زمین‌های کشاورزی آنان را غصب کردند. مقامات و رسانه‌های محلی روز گذشته گزارش دادند که در درگیری‌ها و حملات چند ساعته در جنوب غربی و شمال غرب پاکستان دست کم 74 نفر از جمله 21 تروریست و 14 نیروی امنیتی کشته شدند. ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد که تروریست‌ها حملات هماهنگ شده ای را علیه ارتش در ایالت‌های مساخل، قلات و لسبله انجام دادند که در آن 21 شبه نظامی و 10 نیروی نظامی کشته شدند. در ادامه این بیانیه آمده است عملیات پاکسازی در حال انجام است و عاملان و دست‌اندرکاران این اقدامات شنیع و بزدلانه که غیر نظامیان بیگناه را هدف قرار می دهند محاکمه خواهند شد. آژانس ملی مدیریت اضطراری نیجریه NEMA اعلام کرد در پی بارش شدید باران که باعث جاری شدن سیل در شمال شرق این کشور شد، دست کم 49 نفر کشته و هزاران نفر دیگر نیز آواره شدند. در همین راستا مانزو ازگیل، سخنگوی آژانس ملی مدیریت اضطراری نیجریه، روز گذشته دوشنبه گفت 3 ایالت در شمال شرق این کشور به شدت تحت تأثیر سیل قرار گرفته و 41344 نفر آواره شدند. در سال 2022 میلادی نیجریه بدترین سیل خود را در بیش از یک دهه گذشته تجربه کرد که منجر به کشته شدن بیش از 600 نفر و آواره شدن حدود 1.5 میلیون نفر و تخریب 440 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی شد. به گفته پلیس محلی، صدها مهاجر روز یکشنبه و بامداد دوشنبه با استفاده از فرصت به وجود آمده از مه غلیظ توانستند شناکنان خود را از مراکش به برونبوم اسپانیا در سئوتا سبته برسانند. سئوتا و ملیلا، دو منطقه برونمرزی از خاک اسپانیا در سواحل مدیترانه مراکش هستند که تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با آفریقا را دارند. برونبوم‌ها با خاک اصلی کشور خود ارتباط مرزی ندارد. این دو منطقه گهگاه با موجی از تلاش مهاجران برای ورود غیرقانونی به اروپا مواجه هستند.
وزارت بهداشت سودان روز گذشته اعلام کرد که در سال جاری دست کم 132 نفر در این کشور جنگ زده در نتیجه سیل و باران شدید جان خود را از دست دادند. گفتنی است این کشور از ماه گذشته فصل بارانی شدیدی را تجربه کرده است. و باران‌های سیل‌آسا متناوب عمدتاً در شمال و شرق این کشور اتفاق افتاده است. در بیانیه وزارت بهداشت سودان آمده است که 10 ایالت آسیب دیدند، در حالی که تعداد خانواده‌های آسیب دیده به 31,666 خانوار و افراد آسیب دیده به 129,650 نفر افزایش یافته است. سازمان جهانی بهداشت از قابل کنترل بودن ویروس جدید امپاکس که با نام آبله میمون نیز شناخته شده است خبر داد. این سازمان روز گذشته ضمن اعلام این خبر گفت برای مهار گسترش این ویروس به بودجه حدوداً 135 میلیون دلاری احتیاج است. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در بیانیه گفت شیوع جدید امپاکس در جمهوری کنگو و کشورهای همسایه آن را میتوان کنترل و متوقف کرد. بر اساس پیش انتشار یک مقاله علمی، نمونه‌های مغزی جمع‌آوری شده در کالبد شکافی در اوایل سال 2024 حاوی ذرات ریز پلاستیکی بیشتری نسبت به نمونه‌های جمع‌آوری شده 8 سال قبل بود. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. ماتیو کامپن، استاد علوم دارویی دانشگاه نیو مکزیکو در شهر آلبوکرکی گفت غلظت بافت مغزی افراد عادی با میانگین سنی حدود 45 تا 59 سال 4800 میکروگرم یا 0.5% وزنی بوده. به افزود در مقایسه با نمونه های کالبد شکافی شده یه مغز در سال 2016 این میزان حدود 50% بیشتر است. این بدان معناست که مغز ما امروزه 99.5% مغز و بقیه از پلاستیک تشکیل شده است. این نمونه های مغزی جدید حاوی 7 تا 30 برابر بیشتر از نمونه های برگرفته از کلیه ها و کبد اجسیات حاوی ریز پلاستیک ها بودند. دکتر فیلیپ لاندریگان، متخصص اطفال و پروفسور زیست شناسی در این زمینه گفت این مطالعات حاکی از وجود این پلاستیک ها در قلب انسان، رگ های خونی بزرگ، ریه ها، کبد، بیضه ها، دستگاه گوارش و جفت جنین است. نباید مردم را بی جهت نگران کنیم، چرا که علم در این زمینه هنوز در حال توسعه است و هیچ کس در سال 2024 نمیتواند از قرار گرفتن در معرض پلاستیک در امان باشد. به افزود قرار نیست تلفن همراه یا رایانه‌ای تهیه کنید که حاوی پلاستیک نباشد، اما سعی کنید قرار گرفتن در معرض پلاستیک هایی که میتوانید از آنها اجتناب کنید، مانند کیسه ها و بطری های پلاستیکی را به حداقل برسانید. برای این مطالعه بافت مغز، کلیه و کبد 99 نفر که برای تایید علت مرگ در سالهای 2016 و 2024 تحت کالبد شکافی پزشکی قانونی قرار گرفتند بررسی شدند. دکتر کامپن، استاد علوم دارویی میگوید که کوچکترین نانو ساختارها در اندازه 100 تا 200 نانومتر در مغز یافت می شوند و به نظر می رسد ذرات بزرگتر بین 1 میکرومتر تا 5 میکرومتر وارد کبد و کلیه ها می شوند. اندازه میکروپلاستیک ها کمتر از 5 میلیمتر تا 1 نانومتر متغیر هستند. به گفته آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده، تار موی انسان حدود 80,000 نانومتر عرض دارد، حالان که یک نانوپلاستیک باید در 1,000,000 متر اندازه گیری شود. نگران کننده ترین پلاستیک ها برای سلامت انسان هستند، زیرا این قطعات ریز می توانند درون سلول های فردی ساکن شوند. از منظر دکتر کامپن، نانوپلاستیک ها راه خود را از طریق بدن رو بوده و به مغز می رسند. آنها عاشق چربی ها یا لیپیدی ها هستند و مغز انسان از نظر وزن حدود 60% چربی دارد که بسیار بیشتر از هر عضو دیگری است.
اسیدهای چرب ضروری مانند اومگا 3 کلید قدرت و عملکرد سلولهای مغز هستند. از آنجایی که بدن انسان نمیتواند اسیدهای چرب ضروری را به تنهایی تولید کند، آنها باید از طریق غذا یا مکملها تامین شوند. دکتر لندریگان در همین باره بیان می‌دارد که رژیم غذایی مسیر اصلی قرار گرفتن در معرض میکرو نانو پلاستیک هاست. در این حال در مورد استنشاق میکرو پلاستیک ها در هوا اعلام کرد که زمانی که مردم در حال رانندگی در بزرگراه هستند و لاستیک هایشان روی سطح بزرگراه ساییده می شود، مقدار مشخصی ذرات میکرو پلاستیک به هوا پرتاب می شود. از نظر او حتی برخی از ذرات میکروپلاستیکی در اقیانوس که از طریق امواج به هوا پرتاب می شوند از طریق استنشاق یا بل به بدن ما می رسند. پلی اتیلن که به وفور در کیسه های پلاستیکی و بطری ها استفاده می شود و زیست تخریب پذیر نیست، نوع قالب پلاستیکی بود که در نمونه های بافتی به ویژه در مغز بیشتر از کبد یا کلیه یافت شد. طبق مطالعه‌ای در اوت سال 2024، پلی اتیلن همچنین نوع قالب پلیمری بود که در بیضه های انسان و سگ یافت شد. بر اساس داده ها پلی اتیلن ترفتالات بزرگترین عامل انتشار حلال دیوکسان به عنوان ماده سرطانزا برای انسان است. نانوپلاستیک ها با حمله به سلول ها و بافت ها در اندام های اصلی می توانند به طور بالقوه فرایند های سلولی را مختل کرده و مواد شیمیایی همچون فتالات ها یا فلزات سنگین را در غدد درون ریز رسوب دهند. به گفته انجمن غدد درون ریز، مختل کننده های غدد درون ریز با سیستم تولید مثل انسان تداخل می کنند و منجر به ناهنجاری های تناسلی و تولید مثلی و همچنین ناباروری در زنان و کاهش تعداد اسپرم می شوند. به گفته کارشناسان، یکی از اقدامات مهم در کاهش قرار گرفتن در معرض پلاستیک این است که پیش از پختن یا قرار دادن مواد غذایی یا با بسته‌بندی پلاستیکی در مایکروویو آنها را از بسته‌بندی پلاستیکی خارج کنید. وقتی پلاستیک گرم شود، این حرکت میکروپلاستیک ها سریع تر از بسته‌بندی به داخل غذا انتقال می دهد. حاجی محمد حنیف جان نماینده شیعه منطقه کرگل در پارلمان هند با حضور در برج مجمع رسانه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا با مدیر مسئول این مجموعه دیدار کرد. در این دیدار جناب شیخ مصطفی محمدی مدیر مسئول مجمع رسانه امام حسین علیه السلام و رئیس مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام ضمن خوشامدگویی ابتدا درباره نامه مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام به نخست وزیر عراق پس از عاشورای سال جاری اشاره نمود. وی همچنین به توصیه های آیت الله العظمی شیرازی به دولت عراق در رابطه با ایجاد هر نوع تسهیلات در سفر زائران امام حسین علیه السلام در ایام اربعین از تمامی نقاط جهان اشاره نمود. مدیر مسئول مجمع رسانه امام حسین علیه السلام در ادامه گفت به حمد الله دولت عراق با قبول برخی از آن پیشنهادها برای زائران کشور هند ویزای انفرادی صادر نمود و امکان مسافرتی کم هزینه تر و سریعتر را برای شیعیان آن کشور فراهم نمود. رئیس مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام از نماینده شیعه پارلمان هند خواست تا به تلاش دیپلماتیک بین دو کشور هند و عراق جهت حذف ویزا یا مجانی شدن ویزای دو کشور جهت تسهیل رفت و آمد زائران هندی به کربلا و دیگر عتبات مقدسه در عراق ادامه دهد. جناب شیخ مصطفی محمدی همچنین حاجی محمد حنیف جان را به پیگیری جهت راه اندازی سفرهای هوایی و دریایی بین دو کشور هند و عراق تشویق نمود. شایان ذکر است که از میان 545 نماینده مجلس هندوستان تنها دو نفر نماینده شیعه در پارلمان این کشور صاحب کرسی نمایندگی هستند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دستگیری پاول دوروف و پیامدهای آن تا کنون. مغزهای پلاستیکی، ریز پلاستیک ها چند درصد از مغز ما را اشغال کردند؟ و
حضور نماینده پارلمان هندوستان در برج مجمع رسانه امام حسین علیه السلام در کربلا. بینندگان گرامی، از این کتاب پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.